زمانی که تمدن شکل گرفته این جنگل انسان کنارش بوده و با هم همزیستن. فرهنگ جنگل، جنگل نشینی و جنگل های هیرکانی که دامدار و گالش هستن یک فرهنگ بسیار غنیه. جنگل های هیرکانی از اون بره خلیج گرگان تا آستارا کشیده میشه، البته یه بخشش هم توی آذربایجانه. بعد از عصر یخبندان جز معدود جنگل هایی بوده که تاب آورده، بسیار باستانیه. تنوع زیستی این جنگله که خیلی مهمه، بالغ بر 100 گونه درختی و درختچه‌ای تو این جنگل زیست میکنن که خیلی از این گونه ها مختص همین جنگله، از جمله انجیلی که نماد بارز این جنگل هاست. خانوادتاً حدود 8 نسل که میدونیم اسم و میدونیم که تو همین مراتع زندگی کردیم. معیشت پدرانمون رو دیدم و سطح تخریبی که دام داره، دام زیاد، دنبال راهکارهایی بودم که معیشت افراد رو متنوع کنم. راههای مختلفی رو نگاه کردم، مدل‌های دنیا رو نگاه کردم. اکوتوریسم اولین موضوعی بود که قدم گذاشتیم تو این راه، و چون بیس این کار رو هم زیرساخت‌های این کار رو تا حدودی دستمون بود، ما تغییرات زیادی نمی‌خواستیم انجام بدیم. ما خونه‌های سنتیمون رو بهسازی کردیم و برای کار گردشگری ازشون استفاده میکنیم. شاید بهتون بگم 50% درآمد جنگل نشینان که اقامتگاه بومگردی زدن و تو حوزه اکوتوریسم فعالیت میکنن الان از طریق گردشگری. چون گردشگری وقت بیشتری ازشون میگیره و پولی بیشتری میده، از اون طرف تعداد دام اومده پایین. سبزی زلنگ است با پونه با هم تو شکم ماهی شکم پر میکنن یا مرغ شکم پر میکنن، از این سبزی استفاده میشه. سبزی کم هم سلو تشکی بغضا این واسه آش ترش درست میکنیم با سبزی، واسه ترشی هم استفاده میشه. ترشی بادم جون دارن، خلم دارن، اینا دارن، از این سبزی استفاده میشه. همه فصل داره ولی بیشتر فصل پاییز بیشتر داره تا زمستون، ولی بهار و تابستون کمتره. جنگل واسه ما اینه که همه چیز خودمون از اینجا داریم، استفاده میکنیم، نمیخریم. از سبزیاشو بگیر واسه داممون، واسه خودمون زنبورداری داریم، هواش خوبه، پاکه، تمیزه. زمانی که حرکت میکنم از شهر مثلا تقریبا 40 کیلومتر فاصله است برسم به لب آسفالت. از اون برم در 12 کیلومتر پیاده میام میرسم به عرصه. هفته الی 3 الی 4 روز من تو عرصه ام. اینجا یک کلبه ای هست، من به یکی از بستگانمون مشترکن اینا هستم، من با هم استفاده میکنم، اینا رفتن هم بازم من استفاده میکنم. بعد زمانی که اینجا هستم میرم روزا، مثلا شاید من یه روز من صبح برم برگردم غروب بشه، شاید رفت و برگشتم 30 کیلومتر بشه.
میرم دوربینایی که تو منطقه نصبه میرم سرکشی میرم مثلا پاک رد آدم اگر احیانا صدای تیر رو شنیدم اگر احیانا صدای سر صدا رو شنیدم میرم برای تو بالافتادی که عرصه ببینم چه خبره که این مراتب برای پدر بزرگم بوده پدر بزرگم دامدار بوده سالهای سال قرنهای متمادی اینجا دامدار بودن و اینا تابستون فصل بهار و تابستون می اومدن تو این مراتب رسید به داییم داییم آخرین نسلی که دامداره تو این مراتب هنوز دامداری سنتی رو داره مثلا من اولین بار 4 سالم بود رکول با پدرم اومدم توی مرتع یعنی نصف راه رو پیاده اومدم نصف راه دیگر رو نتونستم بیام دیگه رکول بابام اومدم از 4 سالگی الان که 42-43 سال سنمه همچنان میام میرم یه سری تنوع زیستی منطقه‌مون کم شده یعنی زنگ انقراض یه سری گونه ها به صدا در اومد به خصوص مثلا پلنگ، شوپا، خرس، مرال به خصوص دامدارا اون رو سمبل و نماد تنوع زیستی جنگل هیرکانی میدن اون رو شکوه و هیبت این جنگل هیرکانی میدونن من اون یه داشت اما چند تا بومی محلمون رو دقیقاً شدیم که مثلا چرا مثلا این اتفاق داره میفته چرا تنوع زیستی منطقمون داره کم میشه همه این دغدغه مندی ها در نهایت به اینجا خواهد شد که ما یه گروه تشکیل بدیم و من به نیابت اون گروه بیام تو کار حفاظت علاوه رقمی که تو شهر متولد شدم اما واقعیت این که من فکر میکنم من روحم اخلاقیاتم خصوصیاتم با این جنگل آمیخته حضور من توی این جنگل برای من یه آرامش خاصی میده یه احساس میکنم من هم یک گونه ایم از یکی از گونه ها توی این جنگل برای من لذت بخش اگر روزی این جنگل به هر دلیلی از این کره خاکی حذف بشه اون روز مطمئناً حیاتی برای انسان هم نمونه